شما چه سی ان ان داشته باشید، چه توی چت روم داشته باشید، چه یه کشیر داشته باشید، نوبت با رعایت کنید. میدونی اصلا این مهم نیست، هیچ مهم نیست، مال شما. رایان بگو من این اصل مطلب همینه، اصل مطلب همینه که آقای گلن اجازه نمیده ایشون وقتی اگه قدرت داشته باشه هرگز نوبت توی رایان جان. میدونم الان نوبت توی رایان این اصل مطلب پوینت همینه، پوینت اینه که مجاهدین اجازه صحبت به دیگران نمیدن. شما الان ببینید که هر یک شنبه ها ما گلن رو خواهیم داشت و موضوع مجاهدین خواهد بود. هر یک شنبه ها بعدی من به شما قول بدم موضوع مجاهدین و آقای گلن، به خاطر اینکه آقای مجید صحبت میکنه گلن جواب میده، دوباره مجید گلن، مجید زنبلق گلن، زنبلق گلن، منتها اینا هر کدوم یه دقیقه صحبت میکنن، گلن خیلی آروم لم میده حدود 20 دقیقه صحبت میکنه، بعد قاسم حالا تازه اومده اون یکی دوباره گله. شما جد نگاه کنید ببینید که سهم مجاهدین چقدر بوده اینجا. تو همین ویدیو 80% ویدیو ایشون صحبت کردن، خب بقیه هم منتظرن. حالا شما میتونه آقای آرمین بگی که ربطی به شما نداره، این مال منه، من نمیخوام، من دوست دارم ایشون صحبت کنه، میتونه بگی، ولی میدونید این درست نیست. حالا یعنی شما میدونید ایشون میگه من شهوت کلام ندارم. آقا چقدر شهوت کلام داری شما آقای گلن. حالا یه مسئله من میخواستم بگم، ایشون الان خوشبختانه صحبت نمی کنن، این میوت هستن، وگرنه میپریدن به حرف. همین الان آقای مسعود رجبی کجاست؟ این یه سوالیه، همه میخوان بدونن آقای مسعود رجبی کجاست؟ چرا ازش یه مهدی موعود درست کردید؟ چرا نمیگید که ایشون کجا هستن و چرا دیده نمیشن؟ این یکی، این سوال مهم. این راجبه اینه که میگه نگاتیو رو نمیشه ثابت کرد، این تخصص آقای نوابیه. آقا این چه حرفیه اینه که نمیشه نگاتیو رو ثابت کرد؟ بر اساس اون رکوردی که مجاهدین دارن ما داریم قضاوت میکنیم. بر چه اساس باید قضاوت کنیم؟ شما میگید که نه شاید ما این کار نکردیم. فرض کنید بنده کردن چندین بار، بعدن میخوام برم هایر بشم برای یه مهد کودکی، یه جایی برای جایی که به بچه ها درس بدم. رایان این حرف رو اینجوری انگلیسی نه، انگلیسی این حرف رایان انگلیسی این حرف رو نزن، این کانال ما رو باشه. حالا شما وقتی فارسی شو بگو. آره اینی که به یه مهد کودک اجازه نمیدن، حالا شما ممکنه بیای بگی که این نگاتیو رو که نمیشه ثابت کرد، شاید من تو مهد کودک بیام کار کنم هیچ کار خطایی هم انجام ندم. اینی که قبول نمی کنن، مجاهدین خلق تا سال 60 همراهی میکردن، تمام این گفتار آقای رجوی هستش تو مطبوعات. چرا اعتراض نکردن به این همه اعدام؟ الان که قدرت ندارن الان میان میگن که لغو حکم اعدام. اون موقع چرا این اعتراض شدید رو نکردن؟ اون زمانی که اون سال 58 رو دارم میگم، سال 57 رو دارم میگم، نه بعدش، سال 57 چرا اعتراض نکردن؟ شما نه این حرفا رو بزنید. ایران غیر اتمی میخوان. میدونه چرا ایران غیر اتمی میخوان؟ به خاطر اینکه میخوان با اروپا و آمریکا یارگیری کنن. بله ایران غیر اتمی، حتی میگن آقا ما همه کار میکنیم برای شما، اجازه بدید ما بریم تو قدرت، همه کار برای آمریکایی‌ها میکنیم. من معتقدم حتی ایرانی‌ها این اعتقاد رو ندارن که ما غیر اتمی بشیم. حق داشتن ریاکتور اتمی، سلاح اتمی نمیگم، ما حق داشتن استفاده صلح‌آمیز اتمی رو نداشته باشیم. تعهد بدیم آمریکا و اروپا که نداشته باشیم. برای چی؟ بعد ایشون مثال میارن که الان تو آمریکا توقف پیدا کرده، تو ژاپن دارن برش میدارن، فرانسه رو چرا نمیگی داره توسعه میده؟ فرانسه داره توسعه میده، در حال توسعه هست بر اساس حرفای رئیس جمهور فرانسه، همیشه در حال توسعه بوده. و من مسئله زیادی رو داشتم به شما بگم، من توی این بحث های خیلی طولانی که پیش اومد من یادم رفته بعدی چی دارم گفتن این آقایون اینجا درست اشاره کرد، آقای مجید، آقای زنبلا، راجب روسری، راجب تفسیر قرآن، راجب اون آرمی که همش قرآنیه، راجب عدم شفافیت، راجب این که مثل فرقه دارن اداره میکنن، راجب اینی که شما گفتی آقای نوابی. آره درست میگید، من به نظر من شاید اشتباه کنم، حتما همیشون میگن اشتباه میکنین، رجوی خداست، مریم رجوی، اون یکی هم یه خدای دیگه بوده،
اینا که نقد بله شما اگه میتونه جرأت داره آقای گلر یه نقدی بکن و آقای به خانم رجوی بگو که ایشون چه کارش شما بوده جرأت نداری این کارو بکنی. برای چی اجازه نمیدید که بقیه بخوان صحبت کنن؟ چرا خودتون رو مقید نمی کنید که 30 ثانیه یک دقیقه جواب بدید؟ چرا جواباتون اینقدر طولانیه؟ البته ایشون آقای نوابی دارن اینجا جلسه رو اداره میکنن، منم دیگه صحبت نمیکنم. من همیشه ثابت کردم وقتی صحبت میکنم صحبتام 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نیست و تموم میشه و میرم پایین که گوش کنم. جدای دین از دولت، قوانین شریعت رو به زبالدان تاریخ، لغو حکم اعدام ایران غیر اتمی. آقا اینا همش چیز شایعه است، باور نمیکنیم ما. خیلی ممنون. خب من یه نقده شد، من یه چیزی بگم. ببینید ما وقتی که به طور طبیعی ما چون یه کسی که میاد که با اکثر کسی که اصلا اختلاف نظر داره، به طور طبیعی همیشه اون شخص وقت بیشتری خواهد گرفت، برای اینکه هر مثلا ما یه مسلمون هم وقتی اگه بیاریم بیاد بالا و بقیه‌مون مثلا 5 تا 6 تامون بی خدا باشیم، شما خواهید دید که اون مسلمون بیشتر از همه وقت خواهد گرفت. چرا؟ چون هر نوبت هر کسی که خواهد شد یه صحبتی مثلا علیه اسلام گفته میشه که اون مسلمون بخواد بیاد جواب بده، بعد دوباره بی خدای بعدی صحبت میکنه، بعد دوباره اون مسلمون میخواد جواب بده. اتفاقا برای بیننده هامون هم خوبه، برای اینکه بیننده هامون که ما هممون مثلا بی خدا باشیم ترجیح میدن ببینن خب این مسلمون حرف حسابش چیه. اینجا هم که مثلا اکثر کسایی که توی جمهوری بی خدایان هستن، چه تو لایف چت چه کسایی که میان بالا، اکثرشون علیه مجاهدین خلقن. برای همین وقتی ما یک نفر میاریم که طرفدار مجاهدین خلقه، اتفاقا ما خیلی بیشتر دوست داریم به این مثلا به این شخص وقت بدیم، حتی اگر ما از عمدی هم این کارو نکنیم، چون اکثر کسایی که میخوان صحبت کنن دارن علیه اون شخص صحبت میکنن، اون شخصی که باید جواب بده، برای همین وقت اون شخص بیشتر میشه. اتفاقا این چیز خیلی خوبی هستم، برای اینکه ما دوست داریم بیننده های ما نظرات مخالف رو بیشتر بشنون تا نظراتی که ما همه بیشتر قبول داریم. ما الان گلن شما میخواین جواب رایان رو بدیم بعد میریم سراغ نمیم زنبلاغ. تو پرایوت چت به من بگو اگه میخواست صحبت بکنی، ولی الان میگیم گلن. نه در مورد رایان به نظر من خیلی جالبه که من فکر میکنم که برای اینکه ایشون مثلا از این توهم در بیاد، شما مثلا به عنوان یک کسی که خب این جمهوری بی خدایان رو دارین اداره میکنین، سایت و اینا رو میتونه مثلا یه وقتی بذارم بگین که من مثلا 30 ثانیه به شما وقت میدم، از الان شروع شد و وقتی هم که این 30 ثانیه به 25 ثانیه رسید یه مثلا تگ بوق بزنید که من تمومش بکنم، و به همون اندازم به رایان وقت بدین که مثلا یه حالت تساوی باشه روی صحبت ها، که ایشون تو این توهم نباشه که من از همه دارم بیشتر صحبت میکنم. ولی حرفی که شما گفتین درسته، چون سوالای متعددی مطرح میشه، من سعی میکنم به هر سوالی جواب بدم، ولی واقعا اگر خودتون میتونید به سوالای خودتون جواب بدین، مثلا الان من میبینم که شما خب به هر حال میگی که من با مجاهدین مسئله دارم، مخالفم و اینا، ولی بعضی وقتا جوابای دیگرانو میدی که من تایید میکنم، یعنی تو اینجاشو درست فهمیدی، یعنی درسته. و این کار هم میشه کرد، مثلا الان مجید خب یه آدم پخته یه تو کوران مسائل بوده و میتونه مثلا یه سری چیزها رو که رایان جوانتره یا زنبلق جوانتره، خب ایشون جواب بده، یعنی تو اون زمینه من هیچ مشکلی ندارم. ولی اگر نکته مشخصی هست که بخوای، من بحثم همیشه این بوده، این چیزا هم که می نویسن جالبه، این پایین بعضی وقت من می خونم. نه شما بگین، شما اگه صحبت نداریم بریم سراغ مجید. گفتن که به عنوان متخصص علوم هسته‌ای دعوت کنیم، در اون مورد هم اگه خواستی من یه مقدار میتونم توضیح بدم در مورد اعتقادات، چیز اطلاعات و اعتقادات یه بحثی دارم خیلی جالبه به فکر میکنم براتون، که مثلا الان رایان برای چی اینطوری فکر میکنه، مجید برای چی اینطوری فکر میکنه، یه سری اطلاعات رو بگیرین با توجه به اون اطلاعات رو تو مغزتون تجزیه تحلیل میکنه، یه سری اعتقاداتی دارین. حالا دولت ها هم میان رو کانال های اطلاعاتی افراد کار میکنن، اگر اطلاعاتتون غلط بشه خب مسلمه اعتقاداتتون هم بر مبنای اون اطلاعات دیگه.
اینه که الان فرق من با شما چیه، فرق من با مجید چیه که اینجا نشستیم. من یه سری کانال های اطلاعاتی با ایشون فرق میکنه، بنابراین مثلا توی جنگ ایران و عراق من نسبت به مجاهدین هیچ مشکلی ندارم که اینا چرا رفتن، ولی اگر از دید مجید بخوام نگاه بکنم که آره صدام دشمن بوده و اینا رفتن با دشمن کار کردن و اینا، یعنی چیز انگار که کسایی که تو ایران دارن حکومت میکنن ملائکه هستن و همش به فکر مردم ایران بودن، صدام مخالف بوده، خمینی جنگ را انداخت و مردم عراق و مردم ایران هم هر دو قربانی این جنایات شدن و مجاهدین رفتن با صدام در بدترین شرایط طرح صلح آوردن، صلح کردن و رفتن سراغ خمینی. شما به نقد من ولی جواب ندادین، را به نقد من درباره این سندایی که داریم درباره مجاهدین خلق. در مورد رند ریپورت و اینا من همه اونا رو جواب دارم، منتها اونا خیلی طولانیه، رند ریپورت 42 صفحه است، نمیدونم چند صفحه است، بخوای صفحه به صفحه بری جلو اینا. ولی در مورد کسانی که شما گفته از مجاهدین اومدن بیرون، اگر اجازه بدید من در عرض یک دقیقه مثلا صحبت بکنم. یک دقیقه که بعد مجید هم بذاریم صحبت کنه، ولی من فقط رن رپورت رو میگم مثلا هیومن رایت باشه باشه از هیومن رایتس واچ هم که اگه متبعت باشه باشه. مجید بفرمایید. خواهش میکنم. نه صحبتی که آنچنانی نیست، ایشون رو موازه خودشون هست، ولی امیدوار بودم به عنوان یه آدم منطقی اونجایی که اشتباهه باید بگین اشتباهه، یعنی سعی نکنیم راه حل بتراشیم براش، بعد برای از طرفداری شما یه ذره طرفداری کنیم که ایشون اصلا اینجا ما همه اومدیم مثل ماهی که آب پیدا کرده، سوالات اونو از یه طرفدار حداقل بابا اینا که نمیان جواب بود. این آقای حسن حبیبی که قرار بود بیاد آخه تازه چیزی هم نبود، باید اجازه بگیره اونا بگن. همین مسئله رو شما خودت نگاه کن آقای گلن، که اینا نمیتونن از خودشون حتی این اراده رو ندارن مثلا با یه دونه کانالی که حالا به اندازه خودش بیننده داره بیاد آقا جواب مثلا چهار نفر ازت سوال کنن تو جواب بده، از اینم ترس داریم. من راضی به حسن عبی اتباه بعدم رایان یه چیزی گفت در مورد این که اینا چرا وای نستدن. من بگم اول انقلاب این مسعود رجبی تو همون امجدیه پای همین اعداما و این تجاوزایی که تو زندان میشه و اینا کلی صحبت کرد البته، ولی اون اوایل بود و مسعود رجبی هم یه مسعود رجبی دیگه ای بود و خلاصه اینو باید قبول کنیم که دیگه که مریم رجبی هیچ وقت نمیاد کسی به ازش نقد بکنه و ایشون جواب بده. چرا یعنی اینایی که ادعا میکنن که میخوان مثلا آزادی بیان بیارن، سکولار دموکراسی بیارن، سکولار دموکراسی بیارن، حرف مردم براشون مهمه، چرا یه همچین کاری نمیکنن؟ چرا مثلا نمیان مثلا تو هر رسانه‌ای که هست بیان بگن که خب بیان از من هر کسی، اتفاقا خیلی هم میخوان، اتفاقا همه این رسانه‌ها مثلا از خداشونه که بتونن یه وقت پیدا بکنن که مریم رجوی بیاد روی برنامه‌شون، بعد اینا سوالای مردم ازشون بکنن. ببین آرمین جان، نقد و از کسی میکنن که کاری باشه، درسته؟ شما استاندار خوزستان هستی، میای مردم اعتراض میکنن که شما مسئول این استان هستی، چرا آب ما برقرار نیست، چرا برق ما برقرار نیست. در مورد مقاومت، اون مقاومت هست که داره تعیین کننده است، و شما رایان مجید از خانم مریم رجوی از شیوه مقاومت ایشون خوشتون نمیاد، خب مسلمه نمیریم بهش ملحق بشیم، یه گروه دیگه رو پیدا میکنین که بریم با دشمنتون که جمهوری اسلامی بجنگید. ولی این که اینا بخوان حرفو به تمام طرفداراشون به زور بگن و اینا نیست، یعنی یه گروهی که افراد داوطلبانه هستن و دارن میرن هزار یک بحث و بررسی و اینا هست تا به چیز برسه. خب آقای گلن، شما معتقدید که خانم رجوی قابل نقد نیست؟ چرا که نیست، قابل نقد، نه تنها من میگم قابل نقد هست، میگم مضاف بر اون نقدم مرتب داره میشه. اینا توی کسانی که توی مقاومت هستن جلسه این نکته این نکته ببخشید آرمن، البته یه چیزی شما گفتی آقای گلر راجب
سن دو بار گفتید، یه بار تو اوایل دو ساعت پیش گفتید، یه بارم الان گفتید که وقتی حرفی زده میشه که ایشون سنش چقدره یا شما سنت بالاتره، آرمین سنش بالاتره بهتر میفهمه. نه اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. حالا اکثر بردوب مثل مجاهدین خلق سنشون بالا نیست، جوانترن. اینا به این دلیل نیستش که چون جوانترن دلیل برای نیستش که کمتر متوجه میشن یا تاریخ کمتر میدونن. من معتقدم اصلا اینطور نیست. البته شخصا خودم متولد 1968 هم. حالا من نمیدونم جوونم پیرم، ولی چیز اینی که خب جوونم، ولی اینی که به خاطر سنم حرفی زده میشه نادرست باشه فکر نمی کنم. یعنی همیشه اینطور نیست که آدم با چشم خودش قضایی رو ببینه. مورخین بزرگ جهان اینا خیلی چیزایی رو که در تاریخ نوشتن به چشم خودشون ندیدن. منم یه چیز بگم. یه نکته کوچه رو میگم به خاطر که به صحبت رایان رب داره. علاوه سن من معذرت میخوام اگر بخوام توهین بکنم به کسی، بگم که چون سنش کمه از من کمتر میفهمه، یه همچین چیزی نیست. بحث من در مورد سن این بود که تاریخ و کسانی مینویسن که قدرت دستشونه و الان هم جمهوری اسلامی قدرت دستشه. در سال هزاران مقاله و کتاب و فیلم و اینا بر علیه مجاهدین درست میکنه و شما رایان و شما که خودتون تو کوران جریانات نبودیم مجبوریم بریم به اینا رجوع بکنیم و از اینا چیز بگیریم و اینجا هست که سن مطرح میشه. ولی اگر هزار سال بگذره و جمهوری اسلامی هم از بین بره و اینا، خب تاریخ واقعی میاد رو. اولا اینکه تاریخ کسانی که می نویسن که قدرت در دستشونه این اصل نیست. این فقط بعضی موقع درسته، خیلی موقع اتفاقا اشتباهه. اکثر تاریخی که مردم ایران دسترسی دارن بهش و بر اساس منابع معتبرتر از جمهوری اسلامی، تاریخی هست که جمهوری اسلامی رو واقعا یک هیولا نشون میده. برای همین این اصلا درست نیست. تاریخ آمریکا رو هم بر اساس خودشون هم بریم بخونید، میبینید که خودشون هم خودشون رو نشون میدن که چه جرم و جنایتایی تو تاریخ به قول خودشون انجام دادن. یعنی اینجوری نیست که بگین که یک دفاع هست از مجاهدین خلق که ما هر تهمتی بهشون میزنیم میگین که نه تاریخ جمهوری اسلامی نوشته. نه، اگه تاریخ جمهوری اسلامی نوشته بود که این همه مردم دشمن جمهوری اسلامی نمیشدن، که مگه ما تاریخ خوندیم که دشمن جمهوری اسلامی شدیم؟ یکی این، یکی هم این، شما یک چیز کردین، یک بهش فکر کنم میگن نکته انحرافی. من از شما پرسیدم شما مریم رجبی چرا نمیاد نقد بکنه خودشو، شما اومدین حمله کنین به کسایی که قابلیت نقد دارن. اگه اینجوری بخوایم بکنین، خب ما میتونیم هر نقدی رو به این روش باهاش مبارزه بکنیم که بیان ببینیم حالا کی اصلا ارزش اینو داره که بیاد نقد بکنه، نقد نکنه. خب این هر دیکتاتوری میتونه بیاد بگه خب من نقد پذیرم، ولی خب شما، من ارز شما کی هستین که بیاین منو نقد بکنین؟ نمی‌دونم چه، یعنی من این خیلی برای من، بعد من گفتم چرا نمیان کسایی که مثلا تو گروهشون نیستن، کسایی که مثلا مستقل هستن یا مستقل هم نیستن، مخالفشون هستن، بیان نقد بکنن. شما یه نکته انحرافی دادین، گفتین خب مثلا تو سازمان خودشون یه کسایی هستن که ممکنه مثلا نقد میکنن. نه، من چه ربطی داره با سوالی که من دارم؟ من اینو شما یه سوال دارم میکنم که چرا مریم نجوی نمیاد اصلا لایو استریم خودش رو بذاره، جواب سوالات مردم رو بده، یا اینکه بیاد مثلا چه میدونم بی بی سی ایران اینترنشنال من و تو چه میدونم اصلا میتونه بره دعوت کنه صدا و سیما ایران، که میدونم احتمالاً اونا میگن نه، ولی خب حداقل نشون بده که دعوت کرده. بیاد بره اصلا ببین رسانه‌های غیر ایرانی، بیاد مثلا رسانه‌های آمریکایی، فرانسوی، خب اونا هم احتمالاً نقدش خواهند کرد اگه بره اونجا آزادانه بیا میگه از من سوال بکنی. خب بره الجزیره، هر جا، اینا این همچی کاری اصلا نمی‌کنن. چرا این کار نمی‌کنن؟ اینا نظرات مخالفو دوست ندارن، اینا میخوان همه یک ببین اینا براشون این مهم، براشون فقط مهمه که بیان تبلیغاتی یک ببین این ما به اینو میگیم فرقه، به اینو میگیم مثلا یه دین، برای اینکه شباهت‌هاشون خیلی زیاده. اینا خودشونو خدا میدونن، خودشونو معصوم میدونن، اصلا حاضر نیستن که بیان نشون بدن که امکان اشتباه داره. اصلا مریم رجوی اصلا امکان اشتباه کردن، امکان این که یک چیزش یکم مشکل داشته باشه، انقدر علیه عقاید و ارزش‌های مجاهدین خلقه
که من حتی نمیتونم بیام حتی به خاطر اینکه تبلیغم بکنن که ما نقد پذیر هستیم، ما آزادی بیان و اینا رو دوست داریم، حتی برای اونم نمیان این کارو بکنن. برای اینکه انقدر اینا داکترینشون بر اساس اینه که مریم روی بدون اشکاله، که براشون مهمتر از اینکه اصلا براندازی بکنن، براشون مهمتر اینه که اعضاشون کی رایم میوت که خودتو چون خیلی صدا داره، برایشون حتی مهمتر از براندازی و برایشون حتی مهمتر از این که علیه جمهوری اسلامی باشن اینه که مؤسسه خودشون رو نگه دارن. من برداشتی که من دارم که میتونه به شدت غلط باشه چون دارم حدس میزنم بر اساس چیزی که من دیدم، اینه که اینا فقط بقای خودشون به عنوان یک مؤسسه و اینکه بتونن از این روش پول جمع آوری کنن و بزرگتر بشن، اصلا برایشون حتی مهمتر از این هست که اصلا براندازی یه روزی بشه. برای همین عقایدی رو که دارن تبلیغ میکنن بر اساس عقایدیه که مریم خدا باشه، مریم عالی باشه و اینا، نه بر اساس یعنی اگه شما بیاین ما یک بیاین ببینیم که چه تئوری بهترین روش هست که روش های اینا رو توجیه بکنه، به نظر من حتی براندازی، ببین اگه براندازی بشه مریم قرار چی پاشه بیاد ایران؟ خب مریم که میدونه که پاشه بیاد ایران کسی نمیذاره این اصلا کاری باشه، خب بزا خطرناک هم برایش هست. این اصلا براندازی نمیخوان، اینا فقط میخوان یک امیدی به مردم ببخشن که اینا مهم باشن و مؤسسهشون همجوری بزرگتر بزرگتر باشن. البته من دوباره بگم اینا بر اساس حدس و گمانه، حدس و گمان قطعیت نیست، احتمالیه و من به طور قطعیت این حرف رو نزدم.